وقتی میام اینجا صدای خروس پرنده ها میشنوم، واقعا لذت میبرم و طبیعت رو خیلی دوست دارم. سلام بچه ها، خوش اومدید به این ویدیو. خب الان پاییزه و هوام که میبینید اولین بارونش رو بارید توی پاییز و یه نشونه ای هست برای اینکه آغاز زمستون گذرانی زنبور عسل هستش. میبینی صدای گاو میاد، صدای پرنده میاد، صدای خروس میاد. خیلی لذت بخشه برام، چون یه هفته درگیر کارهای شرکتم، برنامه نویسی و کارهای دیگه، وقتی میام اینجا یه آرامشی بهم میده که خیلی حال میده. نمیدونم شما همچین حسی رو دارید یا نه، ولی برای بچه های زنبوردار فکر میکنم خیلی خسته کننده است، چون یه جای ثابت موندن و دور از اجتماع بودن خیلی سخته. واقعا شغل زنبورداری سخته این شغلای دنیا، چون جایی هستید که هیچ آدمیان بیشتر نمینید، یه هفته توی جایی و با زنبورا داری کار میکنید و کسی هم دوروبرتون نیست. انسان یه آدم اجتماعیه، اگه از اجتماع دور بشه افسرده میشه. سنگ از یه خیلی شغل زنبورداری رو میخواستم بگم که سخته. خب بچه ها، میخواییم توی این ویدیو یه صحبتی رو داشته باشیم در خصوص زمستان گذرانی. ما الان تقریبا 20 آخرای مهره، خب چون آخرای مهره و تا الان باید زنبورامونو آماده کرده باشیم برای زمستان گذرانی، چه از نظر تغذیه، چه از نظر بیماری ها مثل کنه یا نوزما، و زنبورمونو تقویت کرده باشیم برای اینکه زمستونشونو بگذرونن، از نظر اینکه کیک بهشون داده باشیم یا نه. این خیلی مهمه که بچه ما زمستون خوبی رو توی این زنبورستان خودمون ایجاد بکنیم و توی کلونیمون رو قوی بکنیم. و اومدم یه نگاهی بکنیم. آهان، اینم بهتون بگم بچه، فشرده سازی کندو الان باید انجام بشه. بس ما چه کاری انجام بدیم برای زمستون گذرانی؟ یکیش این که بیایم کنه رو از بین ببریم، بیماری ها رو توی کندو کمترش بکنیم. دو، تغذیه است. تغذیه مناسب داشته باشیم، ذخیره غذایی مناسب داشته باشن هر کندو و ذخیرهشون مناسب باشه، یعنی تمام گاب هایی که فشرده شدن و زنبور ها متمرکز شدن حتما باید همشون عسل باشن، چون اگه عسل نباشن و فشرده نباشه زنبور از بین میره. و تا اینجا فهمیدیم که زنبور فشرده باشه، توی فشرده بودن تغذیه داشته باشه، توی تغذیه بودن کنه رو از بین برده باشیم و خمیر شیرینم بدیم. اینا خیلی مهمه، فشرده سازی هم مهم بود، ما باید اینا رعایت بکنیم. حالا من اومدم گفتم که تو ویدیوهای قبلی اومدم یه کاری کردم، میخوام زمستون گذرانی رو با سیستم دو ملکه‌ای بگذرونم. یعنی اینکه یه کندویی که خیلی قویه میذارم پایین، خب کندویی که ضعیفه رو میذارم طبقه دو و تامینش میکنم، یعنی تقریبا یکم فشرده ترشون میکنم، یکم فضاشون رو بسته تر میکنم، ببینم زمستونشون رو میگذرونن یا نه، چون فکر میکنم این کار خیلی مناسب باشه واسه اینکه زنبورای ضعیفمون رو از بین نبریم و نگهشون داریم ببینیم زمستون رو میتونن بگذرونن یا نه. بس من ویدیو رو برگردونم، بذارید. این همون کندویی بود که با همدیگه نگاه کرده بودیم. این کندوی ضعیف است که گذاشتم بالا مونده و کندوی قوی پایینه. یعنی نگاه بکنی یه توری هم گذاشتم و
یه شبکه مال ملکم اون بالاست. من برم لباسم عوض کنم. آها یه نکته هم میخواستم بهتون بگم، اگه زمستون اومدید اینجا و کندوتون رو دیدید، خب این حالت بوده، بذارید کم بیام عقبتر، ببینید تقریبا یعنی زنبورا مردن. خب این نشونه خوبی نیست یه کلونی داشته باشه، چون زنبوراش ضعیفن و نمیتونن تامین بکنن گرما رو. ببینید، خب این باید بررسی بکنیم و ببینیم تو چه حالتی قرار میگیره. خب بذارید اینم باز بکنم. فقط بچه من کلا نذاشتم و نمیدونم، ببینید آب شربت هم نخوردن، یه دلیل میتونه داشته باشه، چون این منابع تغذیه که داشتن خوب بوده. به این زنبور الان فشرده است، نگاه کنید، این الان فشرده ترین حالت توی این سیستمه و میبینیم که زنبور همه جا پخشه. بذارید بی نزدیک تر بیام، اگه بچه بتونید ببینید که حالی میشه، اینجا همش پخشه. ببینیم تخم روز داره یا نه. دیدم نمیشه، باید کلاه و لباس رو بپوشم، چون زنبور اومد اینجا نیش زد و باید بررسی بکنیم دیگه. ولی هوا خوب نیست، زنبور داره اذیت میشه. فقط یه گاو میکشم بیرون که با هم دیگه ببینیم. خب گاو بکشم بیرون. بچه تخمبیزی هستش، چون گرمایی که ایجاد شده اجازه داده که تخمی ملکه هم اینجاست. میبینید توری هم که پایین گذاشتیم و زنبور هم داره کار خودشو میکنه. این از این، درشو زودتر ببندم که زنبورا اذیت نشن. بچه نظرتون چیه که یه موشمو بذارم روی این یا نه؟ رطوبت به خودش میگیره و باعث میشه زنبورا از بین بره. این منطقه ما رطوبتش خیلی پایینه. خب بریم اینجا بشینیم و صحبت بکنیم. خب بچه ها رفتیم دیدیم و چک کردیم که سیستم دومالکی هنوز هست. اوه 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 زنبوره عرضون ولکن من نیست. دیدیم که اوکی بود، پایین ملکه داریم، بالا ملکه داریم، یه توری هم گذاشتیم و تخمریزی هم داریم تا آخرای مه ماه و تخمریزی هنوز هست. و یه توصیه‌ای هم دارم بچه ها، پارچه مناسب بذارید روی کندوها، خیلی مهمه برای اینکه زمستون خوبی داشته باشن. باید این پارچه رو بذاریم، چون نذاریم زنبور از بین میره. و یه توصیه دیگه ای که دارم، رطوبت رو توی کندو کمتر بکنید. ویدیوهای قبلی من اومدم از زغال استفاده کردم و زغال گذاشتم، یعنی سالهای اول من زغال استفاده میکردم که رطوبت رو به خودش جذب میکرد. سالهای دوم سوم از پودر شکر رو اومدم استفاده کنم، اونم خوب بود.
واقعا روش خوبی بود واسه اینکه زمستون گذرانی داشته باشم. قصد بزنه؟ نمیدونم. زمستون گذرانی خوبی داشتم. بس ما مهر ماه اومدیم بررسی کردیم سیستم دوملکه‌ای و کندوهامونو. امیدوارم زمستون خوبی داشته باشید. بچه همیشه بیاید مراقب تعمیراتون باشید. همیشه بیاید بهش خمیر بهش بدید. الان وقت خمیر دادنه. اگر خمیر خودتون درست میکنید 5% پروتئین داشته باشه خیلی خوبه. میدونید چرا؟ چون زنبور نیاز به پروتئین داره. چون 5% باعث میشه یه پروتئین، لایه پروتئین روی بدن زنبور ایجاد بشه و بتونه مقاومت داشته باشه توی سرما و گرمای بیشتری رو تولید بکنه. ها ویدیو رو همینجا نگه میدانیم و مرسی بابت حمایتتون. دمتون گرم. اگه سابسکرایب نکردید کانال سابسکرایب بکنید، ویدیو هم لایک بکنید. دائما اومد بریم یه ویدیوهای دیگه بگیریم که بچه ها ازش استفاده کنن. بچه ها دمتون گرم، تا ویدیو بعدی، خداحافظ. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays. Wait.